این موادی رو که هر مادهش هم بعضی از بطر مواد شامل چند ماده بود یعنی در این مجموعه بود دیدیم. حالا میخواهیم که تفاوت کیفی را هم ببینیم بین بیان قرآنی از حقوق انسان و اونچه که به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسترس است. در واقع اون یک حد اقلی است که وقتی با حقوق معنوی جمع نشود یک بریدگی و جدایی ملاحظه می شود بین اونچه که حقه و اونچه که وظیفه است و انسان ها غالبا اولا خیال می کنند که این حقوق یک حقوق است در بیرون انسان قرار بگیره و مهم نیست که اگر خواستم در مورد خودشون رعایت بکنن یا نکنن، حالا دیگران که هستن جای خود. اینا رو گفتیم. عرض کنم به شما آزادی اگر اون به عنوان یک حق معنوی لحاظ نشود یا حق مادی در نظر گرفته بشود از معنا توهی می شود، در واقع معنای پیدا توهی می شود به این معنا که از اون معنای خودش توهی می شود، یه معنای دیگر پیدا می کند که همون قدرت است و می گوید در واقع مرزبندی است بین افراد که این قدرت این مرزبندی رو تعیین میکنه، میگه مرز هر کسی اختیار هر کسی تا اونجاست که اختیار دیگری از اونجا شروع میشود و این معناش این است که در واقع قدرت هر کسی تا جاییست که قدرت دیگری از اونجا شروع میشود. حال این که اون معنای معنوی که در نظر بگیریم میشود به اینکه هر موجود زندهی متعینیه، موجودیست که اندازه دارد و بود داره، عرض داره، طول داره، کم داره، کیف داره. عرض کنم به شما ت در نامتعینیه. اگر اون فرضمون نامتعین رو برداریم این متعین وجود پیدا نمی کند. فرض کنیم که این هستی ماده بود، خب اول سوال که بیشان می آمد که این تمام این هستی که ما میگوییم مادیست این کجاست؟ در کجا قرار گرفته؟ در کدوم ظرفه؟ اگر بر این هستی متعین در هستی نامتعین قرار نگرفته کجا قرار گرفته؟ مثلا میگیم این خانه در این زمین قرار گرفته، خود این زمین در این فضا قرار گرفته و همینجور. یه هر متعینی یه فضا میخواد که در او قرار بگیرد. کل هستی متعین در کدوم فضا قرار میگیرد؟ حالا ممکنه شما یکی دیگه بگه اونم در یه فضایی قرار میگیره که به نوبه خود مادی است، هم جبر تا بی‌نهایت. بسیار خوب. پس هر به اصطلاح متعینی که ما فرض کنیم محتاج یک فضایی است که نسبت به او نامتعینه، به طوری که این میتونه تو اون فضا فعالیت حیاتی داشته باشه. سارتر گفته است به این که انسان تنها موجودی است که از تعین میره بیرون، اندیشه رو میتونه فرا بفرسته از تعین، در نامتعین پیش برانه، همجور به پرواز در بیاره. حالا غافل از این است که او ساعت که پس یک نامتعینی باید باشه که این بتونه بره بیرون. اگر نیست رو انسان چجوری خلق میکنه؟ نیست رو و او یه هستی میده که اندیشه میتوانه در او پرواز کنه. حالا اگر بگیم میتواند، پس در واقع نیست، اندیشه است که یک جهان نامتعینی رو فرض میکنه. حالا چجوری متعین میتونه نامتعین فرض کنه؟ همه سوال ها. حالا فرض میکنیم که میتوانه فرض کنه و بره بیرون از اون نامتعین، به قول او هم انسان همیشه در طرح خدا کردن خیش است و بشه خدای نامتعین نامحدود و هستی همه علم و همه دانش و همه عدل و همه این صفات ثبوتیه که برای خدا می شماره. خب این ذاتاً آزاد نیست، برای که میگه میتواند برود. اگر آزاد نیست چگونه میتواند برود؟ مجبور چجوری میتوانه فرا برود، از جبر بیرون برود، آزاد بشود؟ لاجرم این متعین همیشه در نماد متعین هست، همونطور است که
قرآن میگوید خلقت بر فطرت هست و انسان در نامتعین هست، آزاد هست. نه انسان، هر پدیده‌ای در هستی چنین است. حالا چون چنین است، پس آزادی از اون قید محدودیت که او رو مساوی میکرد با قدرت رها میشود، میشود آزادی، یعنی رهایی در مرحله اول، رهایی از متعین. که این در واقع انسان اگر از خود از اون خدا غفلت نکند، دائم در او هست و از عنوان همون خلیفت الله از طریق او آزاد هست. خب حالا ببینیم چه تفاوت میکنه در عمل این جنبه معنویه که غفلت از او فهم آزادی رو غیر ممکن میکنه، جز در معنای قدرت قابل درک نمیشود. چهار آزادی انسان پیدا میکند، همون حقا در قدم اول میشود چهار ماده به عنوان چهار آزادی که آدمی دارد که ذاتی اوست، نه کسی میتوانه به او بده اینا رو، نمیتوانه از اونها بستانه. این آزادی ها رو خود انسان است که از او از اونها میتوانه غافل بشود، نه غیره. یکی آزادی اصل راهنما، اگر اون با خدا بود، به تعبیر ما دائم در نامتعین بود و در متعین اندیشید و زندگیشو سازمان داد، از اون دید که به قول سارت از متعین رفت بیرون، ضربه در دید توحیدی در نامتعین هست مگر غفلت کند، خب موازنه عدمی میشه از راه نمایی. بنابراین اندیشه دائم عرصه عملش هستی بی نهایت. اگر نه غفلت کرد سنویت میشه از راه نمایی. انتقالش با آدمی از بیرون نمیشه، باید کسی رو مجبور کرد که این اصل رو برگزین یا اون اصل رو برگزین. این یک آزادی. دو، آزادی اندیشیدن چون درونی آدمه، این از بیرون نمیشود گفت که شما این را بیاندیش یا اون را بیاندیش. بله، از بیرون نمیشود به کسی گفت این طور فکر کن یا اون طور فکر کن یا از فکر بکن یا نکن. حتی خود آدم هم نمیتواند آزادی را از عقل بگیره، آزادی اندیشیدن رو که فکر نکند، میتونه جهت غلط بهش بده، ولی این که باز بداره از عمل نه، نمیتونه. این دو آزادی، آزادی فضایی که انتخاب میکنه برای اندیشیدن. البته اون شما میگید در اولی شما گفتید که این اگر نامتعین رو گرفت میشه موازنه عدمی، اگر متعین رو گرفت میشه سندیت، پس فضا بسته و باز میشه. بعد این اون به جای خود، اما حالا که فرض کنید نامتعین رو گرفته، شما میتونید فرض کنید که در سیاست بیاندیشی، در اقتصاد بیاندیشی، در نمیدونم فرهنگ بیاندیشی، در حال بیاندیشی، در آینده بیاندیشی، در گذشته بیاندیشی، اینا تمام در اختیار شما. این سه تا آزادی. چهارم این آزادی، این که شما چه اندیشه هایی رو بپذیرید، به راه بدید به قوه عقلانی خود، چه اطلاعاتی رو راه بدی، چه اطلاعاتی راه ندی، سانسور بکنی، سانسور نکنی، اینم آزادیش از بیرون نمیشود. خود آدمی بنابراین از این جهت مسئولیت آدمی سنگین است. اینجور نیست که بگه ما سانسور بود نفهمیدیم، نه، بنابراین باید میرفتیم میچرخیدی. ثانیاً اگر شما فضای اندیشه و عقل خود رو باز نگه داری، سانسور از بیرون وقتی اطلاعات نادرست آمد، اون از راهنما به شما میده که این اطلاعات نادرست، حتی از اون نادرست ها شما میتونید درست رو در بیاری. همین کارم که ما داریم الان در انقلاب اسلامی انجام میدهیم با دروغ هایی که این حاکمان میگوین، از اونا راست بیرون میکشیم و میگیم بفرمایید این در اختیار شما خواننده، این حرف زده، این دروغ هایی که در بیاری میشه این چهار تا آزادی. اما نه خیال بکنید که به این آزادی ها به اینها محدود میشود. اون اصل راهنماری که آزادیش که دارد، هدف و روش هم آزادیش رو داره، این هم هر کسی خودش میتونه انتخاب کنه. از بیرون نمیشود به زور به کسی تحمیل کرد که فلان هدف رو انتخاب کن، در نتیجه فلان وسیله رو انتخاب کن. خب پس این آزادی ها
در اون اعلامیه جهانی حقوق بشر دیده نمی شود. نتیجه انسان ها غفلت می کنن، خیال می کنن مراد از آزادی همون اون آزادی هاییست که مثلا دولت فضاییست که دولت می دهد به آدمی، و نتیجه از اون چی که خود دارن غافل می شوند و این غفلت است که به استبداد امکان می دهد در اونها عمل کنه. حالی که اون چی که فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که قدرت در اختیار می نهد یه چیز کوچولویی است در برابر این امکاناتی که ذاتی انسان است و درونی انسان است، و غفلت از اونهاست که موجب می شود اون فضا رو بتوان محدود کرد یا نکرد. خب حالا در همین حد بیستیم. حالا استعداد انس و عشق که آدمی دارد و دوست داشتن و حق به دوست داشته شدن هم از حقوق معنوی انسان است. در حقوق اجتماعی مادی یک رنگ مختصری هست، از این که نه این که هیچ به کلی غفلت شده از این حق، ولی فرق است به این که این رو خود رو یه حق بشناسید و مبنای اون حقوق اجتماعی قرار بدید، به جوری که اونها اون معنایی که بیرون از همون روابط قواست پیدا بکنن، یا اینکه محدود کنید به همون حقوقی که در واقع تنظیم روابط قواست، چون حق هم به معنای قدرت تعریف شده. از حضور شما کنم که مثل همین حق فرزندان به محبت، حق پدر مادر به محبت، خب اینا نیست در حقوق بشر، و الان بشر میبینه که چقدر این اساسی است. آدمی وحشت میکنه وقتی سنش بالا میره که خب من اگر عاجز شدم بر من چه خواهد رفت، کسی کاری ندارم یا فرزندانم به من نمیرسن، من میبرم یه اندازن یه گوشه به عنوان نوانخانه مثلا چیچی میگن آسایشگاهی، خانه سالمندانی، دیگه اجاد میروم تا بمیرم. ها این حقوق، حقوق مثلا حق به محبت در صورت که همه شناخته بشود و تبلیغ بشود و ارزش بشود، در نه تنها در روابط افراد با هم بلکه در روابط ملت ها با هم تأثیرات اساسی بر جا میگذارد. و این انس و عشق بدون اون موازنه عدمی، چون عشق بخوای حد بهش قائل بشی که دیگه عشق نیست، اون بدوستان است، قابل فهم نیست، محتاج اون موازنه عدمی است. اگر اون نباشه همین مثل قرد می شود. از این بر مثلا میگن دوستت دارم، این رو میگه دوستت دارم، اون میگه دوستت دارم، فردا میبینی با یکی دیگه عیناً همین رو تکرار میکنن، عین این چیزای کلیدای برق دائم در قطع و وصل است. نتیجه عملا اون قطع و خصومت و تمام نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی که از پی می آورد غلبه دارد بر اون چه اسمش از دوست داشتن، چون هر کس رو خودخواهی خود عمل میکنه دیگری رو برای خود میخواد و این تضاهم درست میکند و حتی تخاصم و خب این همه جنایت و جرمی که واقع میشود از همین اغلبش میگن پایزن در میان است، در واقع پایزن در میان نیست، پای این علاقه در میان است که ترجمان قدرت است، نه بیانگر عشق به معنای به اصطلاح آزاد شدن از قیود و حدود و رها شدن در لایتناهی. خب پس اگر اون عشق همون که خدا میگوید در فطرت انسانی نهاده است و خود عشق محض است و حب محض است و اینها در مبنای این حقوق اجتماعی قرار گرفت، اول اثرش این است که خشونت رو چی میکنه؟ کاهش میده در جامعه. همون حقوقی که گفتیم با معنا میکنه، همون حق به صلح، حق به عدم خشونت، اینها بدون حق عشق و دوست داشتن یک نوشتهش بر کاغذ اثر نمیگذاره، حالی که اگر اون رو بعد معنوی عشق و انس را هم دیدید، اون وقت لا اکراه یه معنای جدید پیدا می کند، می شود جامعه لا اکراه، دین لا اکراه، جامعه لا اکراه. خب حالا انسان بنابر قرآن حق دارد به انس و محبت و عشق، این برمان عمومی حق است. اصلا می گوید که من انسان را آفریدم
و محبت رو در او زادی کردم، زن را آفریدم برای اینکه مرد و زن در یکدیگر محبت داشته باشن و دیگر به اصطلاح آرامش بجویند به این عشق و محبتی که بینشون نهاده شد و به زن فضل آموزگاری عشق بخشید. بعد دو اینکه رابطه اطاعت میان انسان‌ها و بنیادهای جامعه، همینو می‌خوایم ببینیم که اگر مبنای عشق و انس بگیریم چجوری می‌شود. مثلا ما داریم در هر جامعه 6 دست بنیاد داریم: بنیادهای دینی، بنیادهای سیاسی، بنیادهای اقتصادی، بنیادهای اجتماعی، بنیادهای تعلیم و تربیتی، بنیادهای فرهنگی. خب حالا رابطه انسان با اینا چیه؟ رابطه اطاعت. از بنیاد دینی یعنی روحانیت بابت دین باید اطاعت کرد. از بنیاد سیاسی، حالا دولت از یا حزب سیاسی، بابت سیاست باید اطاعت کرد. از بنیاد تعلیم و تربیت، مدرسه است دیگه، هر چه معلم و اون بساط میگوین باید اطاعت کرد. ای بخوای در اگر من بیرونت میکنم از مدرسه میگم برفی کرد. از بنیاد از کنم اجتماعی در خانواده مبنا بر اطاعت است. در تأسیسات اجتماعی حتی سندیکا و غیران باز همین مبنا بر اطاعت است. بعد در برابر اون بنیاد اقتصادی که دیگه قربانش بروم، انسان مزدور است و کارفرمایی حاکم. خب حالا این انسان که از 6 تا ارباب داره، حتی جامعه هایی که میگن مردم سالار اینجوری ها، حالا جامعه های ما که دیگه جای خود داره، گویا اساس مبنا قدرت در همینو. حتی شما در دینی که لا اکراه باید باشد، شما از مقام دینی باید اطاعت کنید. اطاعت نه در عشق و محبت باید بکنید، به عنوان این که اون صاحب قدرت است و امر میکنه شما باید اطاعت کنید. حالی که این بنیادها باید در اختیار انسان باشند، برای این باشند که انسان رشد کند، نه ارباب انسان باشند. حالا اینا رو بخوان در اصل موازنه عدمی بازسازی کنن، اصلا دنیا دیگری میشه، فضای اجتماعی میشه، فضای لایکا. اونجا محبت و عشق و علاقه معنا پیدا میکنه که فرمود اون شاعر گفت: دست معلم ارباب از زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. حالا اگر بنا بود بنیاد تعلیم و تربیت و بنیاد دینی مثلا درس محبت میدادن، در خدمت انسان بودن به جای ارباب انسان باشن، به ترتیبی دیروز هم توضیح دادم در مورد تعلیم و تربیت در اون حقوق قبلی، ببینید چقدر فرق میکنه مسئله وقتی که مبنا میشود اون انس و الفت و دوستی و عشق. اونها رو، این تأسیسات رو باید ترتیبی بدهن که انسان ها بتونن با هم علاقه پیدا کنن، از روابط قوا بیان بیرون. عرض کنم سه، حالا باز حقوق معنوی دیگری که همراه هم با این حق انس و محبت، مثل بخشندگی، مثل مهربانی، مثل عهد، مثل لطف، مثل غمخواری، مثل نیکی. حالا شما که گفتم 70 تا اینا بشپوری خود سر از اینها بسیار بیشتر میزند. خب همه اینها در قرآن که آمده به عنوان حقوق آمده، یعنی حق هم که خدا گفته، نه حق نیستن که، نه اینا معنوی هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر اینا شما پیدا نمی کنید. اما اگر اینها نباشن چگونه می شود اون حقوق رو ازش برخوردار شد؟ از حضور شما کنم که اینا که گفتیم یک در باب انس و عشق، اونم که گفتیم در باب آزادی، تفاوت بخواهم اونم که شما توجه بکنید، به خصوصا اینا که خواهند شنید که این حقوق چیز خشک مواد و مقرراتی که گذاشته باشن که آدمی محدودهی براش معین شده باشه که تو محدود عمل کنه، نه، حقوق برای اینکه از محدوده بیا بیرون آزاد بشود. اما برای اینکه آزاد بشود اون همون حقوقی که مادی هستن، مثل یک همون متعینی که در نامتعینه، نامتعینشون این حقوق معنویست که اگر با اینها همراه شدن یک معنای دیگری پیدا میکنن، یک جلوه دیگری پیدا میکنن و انسان یک دید دیگری نسبت به خود پیدا میکنه. وقتی میگیم انسان دارای بعد معنوی، میفهمه که بعد معنوی یک چیز مبهم گنگی نیست،
یعنی شما یک در این انسانی که هستی این ابعادم داری، بود آزادی داری به معنایی که گفتیم، بود عشق و انس داری، بود کرم و مروت و و و و داری. همه این ارزش ها ابعادی است که هر انسانی میتواند داشته باشد و یه در واقع بنابر فطرت دارد، مگر غفلت کنه از اونا. حالا مثلا مواردی در قلمروی روابط اجتماعی ببینید چه پیش بعد تفاوتاش از چه نوع میشود با اون چه که حقوق بشر، گرچه در اون مواد در مواردی تفاوتها رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر توضیح داده، اما حالا این توضیحات تکمیل میکند اون توضیحات قبلی رو. مثلا آزادی ازدواج آمده است در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بیان قرآنی هم آمده است. اما اگر آزادی رو قدرت معنا کنیم به معنایی که لیبرال ها میکنن، به همون معنایی که میکنن، در واقع این آزادی مساوی میشود با چی؟ با اجازه میدهد به زن و مرد که با یک دیگر در روابط قوا زندگی کنن، که اسمش هست ازدواج. در واقع نوع روابط قوا است که طبق همین قوانین مدون هم میروند و ثبت میدهند و امور مالیشون رو ثبت میدهند و امور غیر مالیشون ثبت میدهند و شرایط ازدواج و شرایط طلاق همین رو معین میکنند. یه نوع روابط قوا است. بسیار. اما واقعا ازدواج اینه؟ اینکه اصلا این زندگی در جهنم میشه که دائم باید این مواظب باشه که اون پاشه از این ور خط نذاره، این مواظب باشه اون ور نذاره، یکی یک اون لنگی کف دستش باشه، این هم به اصطلاح دائم هی دست اینجوری بکنه برای سیلی زدن. این که زندگی نمیشه کرد که، مگر اینکه نه بیان میگیم که این عقد در حضور خدا منعقد میشود، یعنی در بطن اون آزادی به معنایی که گفتیم با اون حق معنوی انس و عشق و دو انسان در واقع توحید میجویند برای اینکه امام باشند، پیشگام باشند، در آینده قرار بگیرند و حال رو چنان بسازند که فرزندان اونها آینده بهتر داشته باشند، خودشون هم همینطور. اگر با این دید بنگریم، اولا حق معنای دیگه ای پیدا می کند که در توضیحاتی که دادی معلوم شد کدام ها هستن. ثانیاً اون جبره ها که در حال حاضر ازدواج ها تابع اونها هستن، جبر مالی، جبر روابط قبا، مقام، موقع، همینه که در مورد ازدواج توضیح دادید که اینها ملغا هستن، اینا برداشته می شود. بدون عنایت به اون حقوق معنوی نمیتوانه برداشته، ولی اگر حتی دو نفر به اون حقوق معنوی التفات کنند در همین روابط اجتماعی میتوانند زندگی برای خودشون بسازن آزاد از این روابط اجتماعی و در عشق و محبت و رو زندگی کنن و راه روش رو پیش برن با هم، آزاد و در روش باشن. دو، حقوق والدین و فرزندان غیر از اون حقوقی که مادی که دارند دارای این حقوق می شوند، مثل محبت، این کرامت، یافتن اون ارزش هایی که گفتیم ذاتی انسان است. اینا حق فرزند است که پدر از پدر و مادر بیاموزد و پدر و مادر می باید که این حقوق رو به او چه کنند؟ یادآور بشوند که اونا رو با این حقوق بار بیارن. سه، آزادی انتخاب پیدا می کنه. آزادی انتخاب جامعه، وطن، سفر، مسکن که نه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ولی اینها در واقع یه نوع قدرتی است که بسیار به فرد داده شده. حالا اینکه اون معنای اونس رو عرض کنم که به اصطلاح حق خلق و ایجاد که ذاتی انسان است به عنوان خلیفت الله، وطن یه مفهوم دیگه پیدا میکند، غیر از یک سرزمینی با مرزهایی که روابط قوا معین کرده با کشورهای دیگر، وطن می شود محل اتصال آدمی با بی‌نهایت، نقطه اتصال با بی‌نهایت، به لحاظ این که هم در همین خانه محدود است، مرز دارد. وطن هم همینطوره، اما در وطن است که انسان احساس به اصطلاح باید بتواند
خود رو در بی‌نهایت ببینند. اگر نه اونجا وطنش نیست، اونجا وطنش نیست. خب این دیگه از ناسیونالیسم بازی و اینکه استقلال خوب است و استقلال بد نیست به این مفاهیم مادی کلمه رها می شود. چون اینایی که ما میگیم حقوق معنوی در واقع همون استقلال است، که در این استقلال است که اون حقوق مادی میتوانن آزادی عمل آدمی رو فراهم کنن. اینکه استقلال آزادی با هم همراهه به این جهته. خب این مفهوم وطن به اصطلاح در اونجا انسان احساس میکنه که مثل که در هستی داره زندگی میکنه. نه، وطن به این معناست. اون دیگه حالت دشمنی با ملت‌های دیگه هم از دست میده، حالت تفاخر به دیگران از دست میده، آزاد میشه از همه اینا. نه برتری ملی قومی مومی نه همه رو رها میکنه، از دست میده، آزاد میشه. و مثلا باز منزلت انسان به مثابه حقوق موجودی که داره یک حقوقی است، این در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده. صبح در اون بحث از مواد گذشته مواد حقوق بشر این رو دیدیم. اما شامل شأن، احترام، کرامت، اینهایی که در قرآن به عنوان حقوقی آمده است که انسان با تقوا دارد، انسانی که غافل نیست از خدایی که با اوست، یعنی از آزادی خویش غافل نیست، این حقوق را هم دارد. حالا اگر از این شما یه حق قائل شده گفتی منزلت اون است که شما این حقوق رو برای شما معین کردم، دستگاه قضایی و دولت هم باید اینها رو تضمین بکنند. خب حالا انسانی که نمیدوند که در آفرینش او این ارزش ها هم به اصطلاح از گلی که او رو سرشتن، این ارزش ها هم جز اون گلیست که او رو از او سرشتن. خب نتیجه این که اون حقوق رو در فرض که به کار ببرد در رابطه قوا با دیگری به کار میبرد، نه در بر مبنای کرامت انسان، احترام به خود، شأن خود، اینکه شخصیت خیش رو و هویت خیش رو از راه رشد ایجاد بکنه و نه از راه تعلق به این و اون یا به داشتن این موقع یا اون موقع این قدرت و اون قدرت. یا همینطور در مورد تبعیضات که این در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که تبعیضات نژادی، قومی، ملی، فرهنگی اینها الغا هستن. خود غیر از این که ما میبینیم که جنگ ها هستن، منازعات هستن، در همه جامعه ها انواع تبعیض ها هستن. خب از خود میپرسیم چطوره که در روی کاغذ میگن تبعیض ها الغا، ولی هر جامعه میری میبینی که این تبعیض ها هست. غیر از اونه که اونایی که الان الغا کردن اونا رو برفرضم که در قانون اینها الغا شده باشه، به عناوین مختلف یک رشته تبعیض ها درست شده در هر جامعه که ایناش در قانونی الغا نشده، از طریق قانون مادی و نمیدونم مواظبت دستگاه قضایی و دولت هم قابل الغا نیست. همین الان امروز این سرمقاله لومون دیپلماتیک آمده میگه که در اونجا رئیس جمهوری خواه در سنا گفته است که عرب غیر از مسلمان و عرب غیر زبان زور نمیفهمه. خب بگذاریم از این که خب بس شما چجوری میخوایی برای این که عربی که غیر زبان زور و هم عرب و هم مسلمان غیر زبان زور نمیفهمه رو چجوری بردی اینجا دموکراسی به این هدیه کنی؟ دروغو. خب شما با این دیدی که داری و یه دید تبعیض آمیزی است، خود رو برتر میبینی و اون را هم یک موجود مادون میبینی که جز زبان زور نمیفهمد. و اینا رو با هیچ قانونی نمیشود ممنوع کرد، یعنی ضمانت عملی ندارد. اینا رو با اون حقوق معنوی است که ضمانت اجرایی پیدا میکند. انسانی که فهمید این حقوق معنوی رو داره گرد این گونه تبعیضات نمیگرده، برای اینکه میدونه خودش رو محدود کرده و خودش رو از بسیاری از نعمتهای این هستی که یکی از اونها چند میلیارد انسانند که اینها اگر به راه روش بیفتن دنیای او رو زیبا و زندگی او رو بسیار پربار میکنن.
خود از همه اونا محروم کرده. اون به اصطلاح نیاز به اون حقوق معنوی دارد، به ترتیبی که انسانی که با خدا اتصال دارد و خود رو در بی‌نهایت می‌بینه، در هستی نامحدود می‌بینه، این کجا حاضره که بیاد در تبعیض خودشو محدود کنه، مقایسه کنه با یکی دیگری، بگه من از او بیشتر یا کمتر دارم. حسن هستی نامحدوده، یک جای محلی برای اینجور مقایسه ها نیست. از این جهت است که گفتن اول کسی که قیاس کرد شیطان بود، چون از اون برید شد یه چیز کوچولویی. حالا این ناچیز بخواد خود رو مقایسه کند با آدم، میگه این من از این از خاک آفرید، من از از آتش. بلکه غافلی، حالا تو رو از هیچ آفریدن از زمانی که قطع میکنی با اون هستی نامحدود، تو یه چیز محدود ناچیزی هستی، به زلای یه صفری هستی. اون با اون عدد که جمع میشی، حالا اون با خدا که جمع میشی، یه هستی پیدا میکنی. اونی که اون حقوق معنوی رو میشناسد، این ضمانت اجرایی دارد برای اینکه توی اینجور دام و تبعیض‌ها نیفته، خود رو تباه نکند. خب یا مثلا در حقوق بشر حق پناهنده شدن درجه، و حالا هم آمدن میگن که هر وقت حقوق بشر در یک کشوری به خطر افتاد، نقض شد، تبلیغ میکنن که حق مداخله دارد. قابل از این که خب تجاوز به حقوق بشر به چه ترتیب انجام میگیره؟ به وسیله زور دیگه، یه راه دیگه که نداره. حالا با توسل به زور چجوری میشود جلو تجاوز به حقوق گرفت؟ مگر اینکه اون زور رو خونسا کنی. پس در واقع با توجه به این معنا فهمیده نمیشود جز با حقوق معنوی، که خشونت زدایی راه حل قضیه است، نه خشونتی که شما خشون بکشی ببری عراق. میشه همین وضعیت که الان درست کردی. حال اینکه اگر روش جامعه جهانی میخواست که خشونت زدایی رو روش بکنن و این دولت های استبدادی رو منحل کنه و این جامعه رو آزاد کنه، خب اون روشی رو در پیش میگرد که ما در دانشگاه تیل تدابیر 12 گانه رو شمردیم و اعلام کردیم که اینها تدابیرش که اگر شما راست میگویید میتوانید به کار ببرید، و اگر به کار ببرید جامعه های ما بیشترین قسمت کار رو انجام خواهند داد. که حالا بعضی مواردش که الان تو ذهنمه میتوانم اینجا برای شما یادآور بشم، گرچه اونجا فهرست کاملش رو در انقلاب اسلامی آوردن. مثلا قطع رابطه مسلط زیر سلطه. شما میخواهید که این استبدادها برون، خب این روابط سلطه که زیر سلطه رو قطع کن. من نمیخوام بر تو مسلط باشم، و این جامعه ها مطمئن بشون که دنیای خارجی اسباب استبداد در اختیار این رژیم ها نمیگذارن. اگر هم اونها تکون بخورن و این خود رو از شر اینا راحت کنن، شما از بیرون نمیدید دوباره بر اونها بگی خب حالا بیاد شدیدم آقا بد گرگم تو بودی. نه، میتونن آزاد بشوند و با آزاد زندگی کنن. یا پایان دادن به منافع و مساله و قانع شدن به حقوق در روابط با ملت ها با هم. تمام. حالا یه کل مسئله رو عوض میکنه. اینهایی که الان در رژیم های ما استبداد میکنن، چون میدونن شما منافع رو مقدم میدارید بر همه چیز، با خیال راحت نفت رو با شما معامله میکنن، از سهر رو از شما میخرن، بعد هم میدونن سرکوب بکنن، شما منافع خودتون رو در نظر میگیرید. اونجور نیست که بیای جلو اینا بیستید بگید که چون تو سرکوب میکنی پس من دیگه با تو این معاملات رو انجام نمیدهم. نه، میگه این حالا ضعیفتر شد، بیشتر میشه ازش خورد. این که خب شما همین دیروز هم در مصاحبه در همینجا در مورد اتم گفتم، خودم آقا اینها از کجا میخرن این ابزارها رو؟ از شما میخرن. شما به جایی که قشون بکشی ببری اونجا بگی چون تو چرا داری، لطف فرموده در جامعه خودت مواظبت بکن اینها رو نفروشن به اونا. اگر شما این رو ناتوانی، پس اونم ناتوانی. هر روز که نمیتونی قشون بکشی ببری اونجا، فردا میری باز یه رژیم دیگه میاد، باز اون روابط قوا، اون رژیم دیگه، برای اینکه اون در روابط قوا عقب نمونه
میره از همین دلالا پیدا میکنه، همون چیزا رو میخره، همون رو دوباره میسازه. تا قیامت که نمیشود که هر از دور رفت و کووید رو خراب کرد و اثر شروع کرد. یا اینکه روابط اقتصادی و سیاسی نظامی و غیر اینها رو با کشورهایی که دارای رژیم های استبدادی کردن لطف کرده شفاف کن، گاه من با تو مذاکره غیر شفاف نمی کنم، باید علنی باشه، روزانه مردم دو کشور بدانن که ما با هم چه میگیم چه میشنویم. همین یکی رو بکنن والله این رژیم ها دوام نمیارن، میرن پیکارشون زیرا زیر میشنن، هزار فتنه و فساد میکنن، بعد در ظاهر مدعی میشوند که برای اینکه هر وقت خواستن مداخله نظامی بکنن بتوانند، اون حقی رو برای خودشون قائل کردن به عنوان اون حق مداخله. یا پنج، تعویض‌هایی که به سود خود برقرار کرده اند الغا کنند. آقا شما در کشور ما منافع چی داری؟ یه تعویضیه دیگه، تو انبار هست میسی ما رو میخوری، اسمش هم میذاشتی منافع امریکا در خلیج فارس. و اینکه راست بگویید در اونچه که مربوط به حقوق بشر میشود تجاوز رو برش قبض عین نفرمایید. حالا این چه در عرض کنم در اسرائیل باشه با فلسطینی، چه رژیم ایران بکند با مردم ایران، یا رژیم عراق بکند با مردم عراق. نه اینکه آقای عربستان چون با شما رفیقه چشماتو ببندی و این ور قالقول را بندازی که این حقوق بشر رعایت نشد، هم در امریکا رعایت کنی هم در همه جای دنیا به طور برابر مدافع حقوق بشر باشی. خب شما اگر اگر میخوایی که این انسان ها در استبداد نمانند، خب اینا باید دائم از حقوق خودشون آگاه بشوند و زور رو از اصالت و حاکمیت بیاندازند. اولش این است که شما اینها رو نگی که فقط زبان زور میفهمید شما، نه بگی من با شما زبان زور بکار نمیرم. یک. دو، این که در این جامعه هایی که شما میخواهید برای دفاع از حقوق بشر در اونها مداخله بکنید، از طریق دولت نه از طریق مردم، بگید که این دولت استبدادی است، چون ما برای قدرت اصالتی قائل نیستیم و با شما هم نمیخواهیم زور به کار ببریم، مراقبت میکنیم که از بیرون زوری در اختیار این دولت قرار نگیره تا بر ضد شما به کار ببره. و در صحنه افکار عمومی دنیا زور و قدرت رو از اعتبار ارزش بیاندازی. خب اینا غالبا برای اینه که چپو کنن ثروت های بزرگ جمع کنم بیارم تو جامعه های شما. پس قدم هشتم این است که شما این به این ملت ها اطمینان بدید انبال دزدیده شده خورده برد های اینها رو که میارن تو بانک های شما انبار میکنن، اینها رو به اون ملت ها برخواهی گردون. همین یکی رو شما بگویید اینا چند روز اونجا دوام نمیارن و میفهمن میگن خوش چه پایده دارم هر چی به دزدیم ببریم این بعد نمیتونیم ازش استفاده کنیم. رویهشون عوض میکنن، شیوه عملشون عوض میکنن، خود اون جامعه ها حساس میشوند، خیلی وضعیت فرق میکنه. خب حالا هنوز میشود چه مزاله، ولی ما اونجا فهرست کامل آوردیم. مثلا میشود قدم نهم این است که شما این تعریف لیبرال از آزادی و حق رها کنید. رونکاسن که همین از تنظیم کنندگان همین حقوق بشر است، میگه حقوق فرد محدود میشود به حقوق دیگری. خب همون مرز دیگه، مرز میان انسان هاست. خب نگهبان این کیه؟ برای کسی از این مرز حدود پاشو گذاشت بیرون کی میزنه؟ میگه پاتو ببر تو. میگه دولت، چیز دیگه نیست. دولت کیه؟ قدرت. خب متجاوز به حق کیه؟ قدرت. خب پس در واقع شما در تناقض موندی، همین تناقضی که در سطح فرد در جامعه های خودت موندی، چون حقوق معنوی رو غافل شدی یا تو این گیر کردی، اصلا معنای حقوق گیر کردی، حق چیز گیر کردی، در رابطه ملت ها هم گیر کردی. حالا این معنا و این مفهوم رو بردار، حق رو با اون معنا در نظر بگیر، هم خود آزاد می شدی، همین روابطی که این استبدادها رو می سازه از بین می رود، استبدادها هم از بین می رود. ده، این نظام های استبدادی از راه تخریب نیروهای محرکه به وجود میان.
جوان جامعه است میبره بسیجی میکنه، پاسدار میکنه، نیروی ارتش میکنه یا در دیوان سالاری به کار میگره، این نیروی محرکه. نفت میفروشه به تو، پولش میکنه بودجه و بودجه رو صرف قدرتمداری میکنه، این دو نیروی محرکه. فن و علم و این چیزا رو میگیره استخدام میکنه در قدرت، این شد. همینجوری با تخریب این نیروهای محرکه استبداد میسازه. خیلی خوب، حالا اضافی هاش هم ترتیبی فراهم میکنه که اینها برن به جامعه هایی که اینها رو به کار میگیرن. نجه ما الان مواجهیم با فرار سرمایه، فرار مغز ها، به اصطلاح صدور مواد نفت و گاز، این حرف ها که مثل سیل میرود. خب شما یک نظام جهانی بخوای داشته باشی که در اونجا ملت ها آزاد باشن، یعنی هر ملت بتونه نیروهای محرکه ای که تولید میکنه در خود به کار بگیره، نه از بین ببره نه صادر بکنه. بعدی رفتی اونجا مداخله خرج میکنی، تخریب میکنی، چه کنی؟ همون خرج اضافی رو نکن، این نیروهای محرکه رو هم بگاجه، این باید تو جامعه خود فعال باشه. سرمایه ها رو نپذیر. وقتی آمدن به اون بانک های شما بگوی از کجا آمده؟ بپرس استعدادها که آمدن، بگوی که آقای جامعه تو چی میکنی که این استعدادها تو جامعه به کار نمیفته؟ وقت سازمان ملل میتونه بر این مبانی ساخت دیگری پیدا کنه، حوزه عمل دیگری پیدا کنه و اینکه جامعه ها از یه امکانات عظیمی برخوردار باشن که در واقع دارن، ولی نظام های اجتماعی بسته مانع از اینه که اونها از او استفاده کنن. و بالاخره اینکه شما که میگویی که این حقوق بشر رو دستاویز کردی برای اینکه توجیه کنی و برای خود حق مداخله قائل بشوی، این کلمات حق این اراد به هر باطل به قول امام ما. حالا بیاین و شما ای بقای این مرادت هم باطل نکنی، حق بکنی، هم کلمه حق گفته باشی، همین که مراد هم حق باشی، چه باید بکنی؟ در حال حاضر ما میبینیم که شما خاورمیانه کردی نمایشگاه منافع خودت. 500,000 بلکه 1,000,000 کودک عراقی در قضیه محاصره اقتصادی نفلش رو از بین رفتن. وزیر خارجه وقت امریکا گفت که این باهایش که باید پرداخت. چرا باید پرداخت؟ باهای چیست که باید پرداخت؟ شما چه هدفی میجستی که ارزشی اون رو داشت که 500,000 کودک عراقی از بین برود؟ آخرم که شد جنگ. ها، اگر شما میخواهی که حقوق بشر رو وسیله کنی که چون نیست شما حق داری مداخله کنی، لطف فرموده این مداخله رو با عمل به همون حقوق انجام بده که حقوق کودک عراقی نفله نشود، فلسطینی نفله نشود. پس اگر شما میخوایی که وسیله بکنی حقوق بشر رو، هدف نمیشه منافع باشه، هدف هم باید که حقوق بشر باشه. حالا ای مجموعه این تدابیری که ما گفتیم به کار ببرند و بگوین آقا ما هدف ما این است که در این جامعه ها دولت های حقوق مدار برپا بشن با همین تدابیر، و تا وقتی که اون دولت های حقوق مدار تشکیل نشدن و مردم اون سرزمین ها دولت هایی پیدا نکردن که نمایندگی از اون ملت ها بکنن، با شماها قراردادی که تعهدی برای اون جامعه ها ایجاد بکنن نمیبندیم، به شما قرض نمیدهیم که بعد از اون ملت ها مطالبه کنیم که شما صرف سرکوب اونها کنید. در حدی که اون حیات اون ملت ها اقتضا دارد از جهت مواد غذایی، بهداشتی، این چیزها که جامعه عموماً بهش احتیاج دارد معامله رو اجازه میدهیم، اون چه که به درد سرکوب و اینها میکند اینها رو نمیدهیم. و همین هم از طریق یک سازمان مردم سالار و یک سیاست جهانی که عموم ملت ها در شرکت داشته باشن انجام بدهن. وضعیت دنیا می شود جز این که الان هست. حالا در قلمروی سیاسی و استعداد رهبری تفاوت ها رو ببینیم
که اگر قرار بر رعایت اون حقوق معنوی باشد. تازه در همون بحث از مواد حقوق در مسئله این که هر کسی استعداد رهبری دارد و حق مشارکت دارد تفاوت دیدیم. با این حال حالا اینجا توضیح میدیم که انسان ها گفتیم که 6 دسته استعداد دارد که کار تنظیم فعالیت های عمومی استعدادها با قوه رهبری است. حالا اگر این مدار این قوه رهبری قدرت شد، تمام فعالیت های اون استعدادها رو تنظیم میکنه در رابطه با قدرت. اگر خود رو محور قدرت بکنند، موضع سلطه‌گری نگاه میکنه به و عمل میکنه، اون استعدادها رو از این موضع به کار میندازه. اگر نه، بخواد که یکی دیگری رو به اصطلاح محور بکنه به عنوان نماد قدرت، از طریق زیر سلطه و تابعیت به کار میندازه. چون غالبا گناه رو میزنن به پای اونی که حاکمه، میگن تمام تقصیرها زیر سر آقای خمینی یا شاه هست. نجونم کم تقصیرها گردن اوست، بیشتر تقصیرها گردنش توی جامعه است که اکثریت بزرگ هستی و قدرت رو محور میکنی، برای او یک نماد معین میکنی، خودت میذاری در اختیار او. چون از اون معنویت غافلی، از اون حقوق معنوی غافلی، از آزادی خیش به اون معنایی که گفتیم غافلی، نتیجه این که استعداد رهبری تو تباه میکنی، استعدادهای دیگر خود را هم چه میکنی؟ تباه میکنی. خب با این توضیحی که دادیم، استقلال هر انسانی در استعداد رهبری خیش موکول است به اون حقوق معنوی که یکی از اونها مقام خلیفت اللهی است. به مادیت که در نمیاد، که به معنویت در میاد. کسی که در مقام خلیفت اللهی بود استقلال پیدا میکنه از سلطه‌گر شدن، چون خداوند که اساس هستی رو چنان قرار نداد که خود بر آفریدای خود مسلط باشه، یعنی زور بگه، و استقلال پیدا می کند از تحت سلطه بودن. منهای اون حق معنوی، این انسان این معنا رو نمیتونه بفهمه. هزاری هم بگو، بازم میام میشینه رو برو آدم میگوید که آقا قضیه حق و قضیه قدرت و انسان رو خواستن به نفع انسان حل کنن، از اول تاریخ تا امروز موفق نشدن. خب نشدن به لحاظ این است که بیچاره این انسان از اون حق خود غافل است. اگر انسان ها از اون حق خود غافل نباشند، حل شده مسئله. راه حل گفتن توی انسان حاضر نیستی عمل بکنی. خب بکن ببین. همینطور اون بنیادهای اجتماعی به محضی که این انسان با اون توجه به اون حق در استعداد رهبری خود نگریست، بنیادهای اجتماعی که مرکز قدرت باشن خود نمی سازه، خودشم بنده اونا نمی کنه. بله، اون تأسیس های اجتماعی که الان توضیح دادیم که اینها بر اصل موازنه عدمی اگر بازسازی بشون، رابطه انسان با اونها تغییر میکنه، اونها در خدمت انسان در میان، اونها موکول است به اینکه انسان، چون انسان باید این کار بکنه دیگه. اگر انسان نداند که معنای استقلال در رهبری این است که همیشه یادش باشه یه حقی دارد به عنوان خلیفت الله، از او قفلت بکنه، این استعداد رهبریش یا در خط سلطه‌گری بر بقیه به کار میفته یا در زیر خط تابعیت از دیگری. حالا ما الان بشر ترکیب کارش چجوریه؟ اگر کار یدی یا غیر یدی پیدا کنه در خدمت یک کارفرمایی، این دنیا به کامشه. بله، صبح تا عصر اونجا و کار بکنه، به قول شما آیندهش هم تا 30 سال پیش فروش بکند و دستی زندگی کنه و این خوشه که کار داره. حالا که این آدمی 6 دست استعداد داره، هر کدوم از اینا کار دارن، اگه بخواد هماهنگ انجام بده، نوع کاراش باید در روز اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، خلق باشه، خلق اندیشه باشه، دینی و این چیزا باشه به معنای همون اندیشه ایران ما. خب چند درصد انسان ها به عنوان مجموعه فعالیت های روزانه دارن؟ 1 در میلیون هست؟ 1 در 100 میلیون هست؟ خب این چه غفلت عظیمیست که انسان داره از حقوق خیش، به لحاظی که از اون حق اصلی غافل است که معنویست، قابل نوشتن
میشه نداشت که انسان خلیفت الله خمینی میشه. اما این رو با کدوم قوهی میخوای شما تضمین بکنی؟ قابل تضمین نیست. این چیزیست که انسان باید درک کنه، معنویست، خود از محدودی ها آزاد کنه و با اون حق در این حق که مشارکت در زندگیست با دیگران بنگرد. اگه کسی گفت که من در زندگی در رهبری امور جامعه شرکت میکنم با استقلال، این فقط در مقام خلیفت اللهی است که میتوان این حرف رو بزنن. اگر همه انسان ها در اون مقام قرار بگیرن، خب میشه جامعه ولایت جمهور مردم. ولایت هم در تعریف شرکت در تصمیم بر مبنای دوستی و ولایت دیگه، دوستی به اصطلاح دادگری و علم و اینجور، همون مشارکت در اون معنویاتی که کرامت و همه اون معنویاتی که گفتیم، نه در روابط قوایی که مواظب باشه اون کلاش بردنزار و اون مواظب باشه این کلاش بردنزار. ترکیب کارم تغییر میکنه در جامعه ها. الان همه کار میکنن برای قدرت سرمایه، نه کار میکنن برای عمران طبیعت، برای رشد انسان. نه، انسان و طبیعت تخریب میشود، جانداران تخریب میشود. برای چی؟ برای اینکه رقمهای سرمایه سرمایه‌دارها توی بانک ها بالا بره، توی بورس‌بازی ها قمارشون گرمتر بشه. خب حالا در مورد تعلیم و تربیت هم صبح توضیح دادیم در اون حقی که مربوط می شود به تعلیم و تربیت که چقدر تفاوت می کند. در قلمروی فرهنگ و هنر، یکی از استعدادهای آدمی استعداد هنر است. اگر شما اون از اون نامتعین غافل بشوی، هنر می شود همین کالاهایی که تو بازار عرضه می شود، به قول خودتون تجارت. اما در واقع هنر همون استعدادی است که آدمی رو دائم از محدود و ممکن به نامحدود و فرا ممکن، بیرون و ممکن میبره، مادر ماورای ممکن فضا براش ایجاد میکنه. در واقع همون استعدادی است که دائم باید به انسان یادآور میشود، مثل که شما با اون نامتعین یک ارتباطی داری، یادت نره بیرون این محدوده، اون نامحدوده، برو اونجا، برو جلو. و اگر از اون غافل شد، از اون حق، هنر به معنای بیرون رفتن از دایره ممکن، حالا شما بیایید براش حقوق قائل شو، بگو حقوق فرهنگی اینو، حقوق هنری اونو، حقوق تالیف فلانو، این فقط به درد روابط قوا میخوره که تنظیم بکنی، به درد این که این انسان دائم در خلق و ایجاد و فرا رفتن از مرزها و بیرون رفتن از مرزها و گشودن فضاهای جدید نمیخوره. بخواد اونه بکنه، باید به این حق به اصطلاح این استعداد و هنر به این معنا بگه بنگره و به حق به اصطلاح فرهنگ و هنر در این معنا نگاه کند. فرهنگ رو یک محدودهی که گویا در اون زندانیست که از گذشته ها عرف و عادت و و خلاصه نکنه، نشمره. فرهنگ خلق و ایجاد در بیرون دایره ممکن است. علم جدید، فن جدید، عرض کنم که موسیقی جدید، شعر جدید، نقاشی جدید، اون چی که به انسان هم جدید به این معنا میگیم، نه جدید به معنایی که مثلا حالا بری شما یک شکل کج موبایل درست کنی بگی من مدرنم. جدید، جدید به معنای این که دائم این یادآور انسان باشه که در خارج اون محدوده یک فضاهای جدید وجود دارند، دائم یادآور انسان باشد به اون نامتعین و نامحدود که تا انسان بتوانه با اون توجه، با اون حق بنگره در استعداد خود و فعال کنه استعداد خیش رو. که مثلا از مهمترین حقوق انسان به خصوص کودک باید با این حق بار بیاد که حق ابتکار است و ابداع است و خلق. در حال حاضر در جامعه های بسته و حتی در جامعه های باز که این مردم سالاری غرب باشن، کودک رو به قالب میزنن، بار میارن طبق یه قالبی، از راه ابداع به کار انداختن ابداع، قوه ابداع و ابتکار و خلق او بچه بار نمیاد. ها
حالا اینجا اگر با توجه به اون حق که الان توضیح دادیم باشه، پدر مادر حواسشون جمع میکنه که این راهبر بچه باشن در اینکه اون ابتکاراشو به کار بندازه، نه اینکه دائم نکن و نکن و نکن اون چی که من میگم بکن. خب دو، هنر در محدوده قدرت جلوه ای از قدرت است، هیچی غیر از این نیست. مثلا فرض کن هنر سینما، طرف مثلا خودش جلوه بده، سکس تمام کامل به عنوان قدرت جنسی، جلوه ای از قدرت، خودش نشون بده به عنوان زور بازو و توانایی شکستن یک خیلی آدم، این فیلم های امریکایی که میشه. انواع جلوه هایی که به هنرمند بهش میگویند، این که در این محدوده قدرت عمل میکنه، جلوه های قدرت است. یا باید عبرورد بشود، یا نمیدونم نماد سکس بشود، یا بتوان دیگری رو مسموم بکنه تو دستش، اینجور اموری که هست اصطلاح کالا عرضه می شود. حالا اگر خارج محدوده قدرت کسی خواست به کار بندازه استعداد هنری شد، نه تنها فضای اجتماعی برای چنین به کار انداختنی موجود نیست به لحاظه که اون فضاها رو قدرت پر کرده، محدود کرده، محدوده های تنگی ایجاد کرده، بلکه لازمش این است که این اندیشه آدمی که میخواد این کار رو بکنه او از این محدوده قدرت آزاد باشه. اگر نه خودی اصلا نمیاد به کله او که این خلق جدید بکنه به معنای بیرون رفتن از اون محدوده. نجا الان ما یه دنیایی میبینیم، فضای بسته، و هنری میبینیم که این به جای اینکه نقش اصلیش عمل بکنه و این فضای بسته ها، فضاهای بسته رو باز بکنه، انسان ها رو به ماورای ممکن راهبر بشود، خود شده زندانبان انسان و ستایشگر قدرت. حالا منهای اون حق معنوی این حقوقی که به عنوان مثل صاحب تحلیل چیه، مثلا اون چه ارزشی داره شما یه ستایش قدرتی بکنی، حق تحلیل یا مال تو باشه دیگری نبرد یا ببرد، چیز ناچیزیه، کم ارزشی هستن. از بزرگ شما کنم که باز ما بخواهیم بیایم در قلم روی حالا اندیشه راهنما ببینیم که توجه به حقوق معنوی چه اثر دارد در اندیشه راهنمایی که ما پیدا میکنیم.